تازه ترین اظهارات احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مبنی بر ضرورت حفظ حرمت زن و شوهر در لایه دوم زندگی با خودداری از به کار بردن نام کوچک و همزمان انتشار تصویری از سنگ مزار همسر او خانم سکینه ریختگرزاده که هیچ نامی از این زن بر روی اون سنگ وجود نداره و تنها عنوان های آقای علم الهدا بر روی این سنگ دیده میشه از داغ‌ترین موضوعات در فضای مجازی فارسی زبانه. این به هر حال اظهار نظرها و تصویر این سنگ قبر دستمایه طنز البته شده در فضای مجازی، اما بسیاری از کاربران نوشتند که این نشان دهنده در واقع نگاه ضد زن و تفکری است که جمهوری اسلامی و به ویژه روحانیون حاکم بر اون نسبت به زن و نقش او دارن، انتظارات اونهاست از زن و نباید به اصطلاح شوخی گرفت این اظهار نظرها رو و به راحتی از کنار اون گذشت. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی نوشته ممنوعیت به کار بردن نام زن در دین نیومده. به هر حال ادعایی است که آقای تاجزاده مطرح کرده. مثال هایی رو هم که آورده به نام مریم مادر پیامبر مسیحیت، فاطمه دختر پیامبر اسلام و زینب خواهر امام سوم شیعیان امام حسین استناد کرده و نوشته آبشخور تفکری که علم الهدا داره و خواستار خودداری از بکار بردن نام زن در فضای عمومی شده، آبشخورش با طالبان یکیست و فاصله‌ای که این گروه دارن از عرف جامعه ایران یک فاصله نجومی است، هرچند که الان دست برتر رو دارن. کاربر دیگری هم نوشته خیلی شوخی‌های بامزه شد با صحبت‌های آقای علم الهدا، منتها من خودم هم خیلی میتونستم شوخی کنم و مطالبی رو بنویسم در شبکه‌های اجتماعی ولی این کارو نکردم. خیلی عصبانی هستم از حرف‌هایی که آقای علم الهدا زده و این کاربر معتقد هست در زیر لایه‌های صحبت‌های به ظاهر به باور این کاربر مسخره آقای علم الهدا یک تفکر ضد زن وجود داره، به شدت ضد زن، که نباید به راحتی از کنار اون گذشته. امین بزرگیان نویسنده هم نوشته آقای علم الهدا یکی از باهوشترین مقام های جمهوری اسلامی است. هر موقع که نظام در تنگنای قرار میگیره او وارد میدان میشه و با گفتار معمول خودش که معمولا هلوهوش سکسوالیته و زن هست، آتش جامعه رو به قدرت مبدل میکنه. کاربر دیگری به نام میرزا هم نوشته علم الهدا حتی در مقیاس با سالهای اولیه هجرت هم متحجر محسوب میشه و این تفکر واقعا خطرناکه در عصر معاصر، نه به خاطر خود علم الهدا و یا حتی تفکرش، بلکه به باور این کاربر به خاطر اینکه عده دیگری که درجه تهجرشون از علم الهدا کمتره وقتی حرفهای او رو گوش میکنن فکر میکنن که میانه رو هستند. شماری از هواداران حاکمیت هم طبق معمول ادعا کردند که حرف‌های آقای علم الهدا تقطیع شده منتشر شده و بسیاری از اونها نوشتن که این چیزی که علم الهدا گفته تازه نیست، ما هم همسرانمون و خواهرانمون رو در فضای عمومی با اسم کوچکشون صدا نمیزنیم. اما تعداد قابل توجهی از هواداران حاکمیت هم از آقای علم الهدا خواستند با توجه به مسائلی که هر از مطرح میکنه و حاشیه‌های فراوانی رو به همراه داره یک مدتی سکوت کنه و حتی به نماز جمعه هم نیاد و خطبه هم نخونه.